درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از افشاگری جنجالی آقای پور پورعرب از اختلاف و درگیری شدید بین شهاب حسینی و نوید محمدزاده با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. ابوالفضل فضل ستاره سینمای دهه هفتاد ایران در مصاحبه ای حرفهای جنجالی زد ایشون در ابتدا با دلی پر گفت اون زمان ما رو خیلی اذیت میکردن واقعا اذیت میکردن یه جورایی جرم من فیلم عروس بود بعد از اون انگار کنار گذاشته شدم هرچند که من انقدر باهوش بودم که کاری نمیکردم که مشکلی پیش بیاد چون همیشه احساس میکردم روی من زوم کردن به فکر خودشون می‌خواستن یه سینمای ناب داشته باش من خودم یازده ماه توی منطقه بودم قبل از فیلم عروس اما معنیش این نیست که خودم رو بالاتر از بقیه ببینم و به خودم این اجازه رو بدم که وارد زندگی خصوصی مردم بشم من بچه پایین شهرم بچه شاب دلزیمم اخلاقای خودم رو دارم تعصبها و غیرتهای خودم رو دارم ولی اینکه بخوان به دنیای زندگی خصوصی من وارد بشن واقعا آزارم میداد دلم میگرفت این همه زحمت میکشی اما همیشه متهمی چون مدرکی هم که ندارن اما با حدس و گمان و حسادت و خصوصی کردن ماجراها سعی دارن تو رو زمین بزنن اون موقع ماها با یه عشق دیگه ای وارد سینما می شدیم مثلا من عاشق فیلم سنگام بودم صد بار این فیلم رو دیده بودم اما یه عده متاسفانه بعد از فیلم عروس گفتن که با دیدن ابوالفضل پور عرب عاشق سینما شدن که بدا به حالشون چون سینمای ایران اصلا جای خوشایندی نیست چند وقت پیش شنیدم که وسط خیابون و داروخانه و تو پیاده روی خیابون ولی است فلان کارگردان و تهیه کننده به فلانی گفتن دوست داری بازیگر بشی اونم گفته آره و خلاصه بازیگر شده و تو صد تا فیلم بازی کرده وقتی مدل انتخاب بازیگر اینجوری باشه وای به حال اون سینما الان که این کلاس های بازیگری هم هر روز و هر روز دارن بیشتر میشن مگه ما چقدر بازیگر لازم داریم این مملکت مهندس میخواد دکتر میخواد شغل های دیگه هم میخواد ولی همه تو ایران میخوان خواننده و بازیگر بشن ورودی اصلا به خروجی نمیخوره کلی از بچه های مردم پول میگیرن از 500 نفرشون شاید یه نفر بازیگر بشه علکی میرن کلاس اما نقش ها جای دیگه فروخته میشه توی مهمونی ها و پارتی های خصوصی نشست های خودمونیشون فک و فامیل و دوست و آشنا رو میارن و ازش پول میگیرن و یه نقش اولی رو بهش میدن و اونایی که کلاس بازیگری رفتن هیچی به هیچی ایشون در پاسخ به این سوال که اگر برگردیم به سال 68 بهروز افخمی دوباره بهتون پیشنهاد بده که توی فیلم عروس با بازی کنید میپذیرید گفت بله چون افخمی واقعا لطف کرد درسته که الان شاید سالی یه بار همدیگر رو ببینیم ولی میارزید ورودم به سینما واقعا میارزید زمان ما یه جور بدی سخت بود ما پول داشتیم سخت کار میکردیم و پول خوبی هم در میووردیم نه مثل الانیا ولی خب خوب بود اما نمیتونستیم خرج کنیم انقدر که نگران آبرومون بودیم خیلی عجیبه ها الانیا عکس میگیرن عکس عروسی و توی استخر و اینا رو خودشون منتشر میکنن اون موقع من ویلا داشتم و ولی نمیتونستم برم دریایی که روبروی ویلاه چون میگفتم الان یکی ازم عکس میگیره پخش میشه آبرون میره اون در ادامه هم حرفهای جالبی در مورد فیلم عروس زد گفت یه فیلم عروس پشت صندلی ما یکی قایم شده بود و نشسته بود که خدایی نکرده بین من و خانم کریمی حرفی زده نشه یا رفتاری نشه که دور از شعن سینما و سناریو باشه خدا رحمتش کنه ولی من اون زمونا فکر میکردم توی همه فیلمها همین جوریه حتی فکر میکردم توی همه دنیا اینجوریه حتی یه بوس فرستادن من برای طرفداران هم مشکل ساز شده بود من رفتم توی سالن سینما وقتی که وارد شدم مردم بلند شدن و تشویق کردن و جیغ و هورا کشیدن من هم یه بوس فرستادم بعدش کلی توبیخ شدم که چه کاری بود کردی برای چه کسی بوس فرستادی گفتم آقا من تو تاریکی که کسی رو بینم. اونا من رو دیدن چه مشکلی داشت بوس فرستادن یه بازیگر برای اون همه طرفدار اما من این عادتم رو نتونستم ترک کنم هنوزم که هنوزه بوس میفرستم در پاسخ به این سوال که توی زندگی واقعی اگر مثل فیلم عروس تصادف کنید میمونید یا میرید گفت آدم هر کاری که میکنه باید پاش وایسه مثلا اگر ازدواج میکنه باید پای همسر و اولاد و خانواده وایسه پای پدر و مادر وایسه اینم هم همونه دیگه هر اتفاقی ممکنه که بیفته در پاسخ به این سوال جنجالی که اگر یک دقیقه وقت داشته باشی با رئیس جمهور وقت در آسانسور باشی بهش چی میگی ازش چی میخوای آقای پورعرب گفت به لحاظ ادب فقط بهش سلام میکنم چون مطمئنم کار زیادی از دستش بر نمیاد و چیزی هم ندیدیم چون هر کسی هر چیزی خواسته اونم همون لحظه گفته باشه انجام میشه اما کاری انجام نداده پس منم خودم رو سبک نمیکنم اون در ادامه هم گفت زمان ما ریش سفیدی و پادرمیونی در سینما نبود چند روز پیشا داشتم با نوید محمدزاده حرف می زدم تلفنی دعوتش کردم به نمایش اوتلو که گفت مشکل دارم کار دارم و نمیتونم بیام موقع خداحافظی بهش گفتم نوید جان شهاب بچه خوبیه ها مراقبش باش گفت بله میدونم با هم خوبیم زمان ما اما این فضاها نبود کسی ریش سفیدی نمی کرد حتی اگه خبر داشت دو تا بازیگر به شدت با هم درگیر شدن کاری نداشت شاید حتی خوشحال میشد که اونها با هم درگیر باشن و حذف بشن نوید و شهاب چند وقت پیش به مشکل شدیدی برخورده بودن من همچون شاهد اون ماجرا بودم خواستم که بینشون آشتی باشه ایشون در مورد بازیگران مورد علاقش هم گفت اکثرا بازیگرا خوبن هدیه تهرانی شهاب حسینی توی یه سکانس و یه فیلم حتی جواد عزتی چند بار منو به گریه انداخته مثلا توی فیلم شنای پروانه یا حتی خود نوید محمدزاده واقعا خوب بازی میکنه کار حامد بهداد رو واقعا دوست دارم ایشون در مورد اولین حس خودش هم از دیدن عکسش بر سردر سینماها گفت اون زمان عکس نبود نقاشی بازیگرها بود خواهرم دیده بود به من زنگ زد و گفت داداش انگار از قصد شما رو زشت میکشن گفتم نه خواهرم درسته که از دیدن عکسم لذت بردم اما کیف نکردم انگار اصلا از کار خودم راضی نبودم با افخمی و نیکی کریمی رفتیم فیلم رو دیدیم قبل از تدوین نهایی من حس می کردم خیلی بد بودم آقای افخمی گفت این اصلش نیست بعدا همه چیز عوض میشه اما اون شب تا صبح از فکر و خیال نخوابیدم که چقدر بد بازی کردم چقدر صدام بد بوده چقدر اینجا اینو بد گفتم اونجا بد برگشتم بد نگاه کردم آقای پورآرب در مورد کودک درونش هم گفت بیچاره خیلی وقت مرده اون که باید از داشته‌هاش و آرزوهاش و از زمان زندگیش لذت می‌برد انقدر ما خودمون رو سانسور کردیم و نگران آبرو و حرف مردم بودیم کودک درون مرد نفهمیدیم جوونیمون کی رفت انقدر نگران کار و بیماری و فکر و خیال زندگی و هزینه های سرسام آور زندگی بودیم کودک درونی دیگه برامون نمونده ایشون در پاسخ به این سوال که چند باری هم متاسفانه خبر فوت شما در رسانه ها و فضای مجازی اعلام شده گفت بله چند بار رسانه ها گفتن هزار بار هم در فضای مجازی وقتی بازیگری مریضی سختی داره این شایعات و جنجال ها طبیعیه من شنیدم مشکلی نداشتم فقط اون لحظه نگران مادر و خواهرم شدم گفتم اونا الان بشنون چه حالی میشن یک بار هم گویا در یک برنامه‌ای در رادیو در ساعت 1 شب راجبه فیلم عروس و بازیگری من گفته بودند آخرش هم از مردم خواسته بودند که برای ابوالفضل عرب دعا کنند مادر من که نمیدونم چرا اون ساعت داشته رادیو رو میشنیده را افتاده بود اومده بود در خونه ما که ابوالفضل کجاست چی شده مگه که خواستن مردم براش دعا کنن ایشون در مورد دوستان و همکاران صمیمیشون در دوره بیماری سخت سرطانشون گفت هیچ کس نبود حتی کسی حالم رو هم نمیپرسید اما از دست کسی هم ناراحت نیستم بالاخره زندگی همین جوریه خیلی های دیگه هم غیر از من بودن که مریضی و مرگ رو در تنهایی کامل تجربه کردن دنیا کلا اینجوری شده آدما در عین حال که در فضای مجازی و در جمع ها و مهمونی ها با همن ولی کلا تنها هن. در این سوال که اگر قرار باشه برگردی به دوره‌ای مثل کودکی، نوجوانی یا جوانی دوست داری به کدوم برگردی؟ آقای عبالفزده پور عرب گفت به هیچ کدوم چون هر کدومش بیش از حد برام سخت بوده. فقر بوده، بیپولی بوده، انقلاب بوده، جنگ بوده، دوره بازیگری بوده، همه فکر میکردن گل و بلوله ولی بسیار بسیار سخت بوده. در پایان هم در پاسخ به سوالاتی مثل اینکه به جای مارلون براندو به نظرتون در بین بازیگران ایرانی چه کسی میتونست موفق بشه گفت حامد بهداد به جای داستین هافمن در پاپیون ساعد سوهیلی به جای جک نیکلسون در دیوانه از قفس پرید مرحوم آتیلا پسیانی ایشون در پایان گفت و به نظرم به جای همه اونها مرحوم خسرو شکیبایی که لحن زیبا و صدای رسا و بازی خارق‌العاده‌اش آدم رو مسحور میکرد. با سلامتی برای این بازیگر پیش کسفت سینمای ایران. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.